در قرارداد بستن و معامله کردن و صادرات چه اسنادی بعد از قرارداد باید جابجا بشه جا و چه چیزایی باید به مشتریمون بدیم که مشتری بپذیرد و تسویه حساب به ما بده ما در ترمای حمل و نقل و پرداخت اینو گفتیم که در خیلی از کالاها مبلغی ما پیش پرداخت میگیریم و الباقی بعد از اینکه کالا رو آماده کردیم مثلا ردی تو شیپ کردیم یا ته چند مرحله دریافت میکنیم پس ما یه سری اسنادی رو باید بعد از دیل یا کانترکت به مشتری بدهیم بعد از اینکه ادوانس گرفتیم بعد از اینکه کار شروع شد اینها رو باید بدیم تا بتونیم اعتماد رو برای ادامه کار و تصفیه حساب کامل یا در واقع برای اینکه مشتریمون حتی بتواند در گمرک مقصد کالا رو اظهار کنه و تحویل بگیره و بتونه ازش استفاده کنه و رضایت مشتریمون رو به دست بیاریم تا مراحل بعدی بتونیم باهاش پیش بریم بعضی موقع این اسناد کم و زیاد میشه اما کلیات بهتون میگم که بدونید ما اومدیم قرارداد بستیم در یک فایل گفتم که اومدیم قرارداد بستیم و چه مدارکی دادیم تا به قرارداد برسیم مختصر اینها رو دادم می این مدارک خیلی بیشتر هم باشد این دیگه به نظر و سلیقه و کار خودتون برمیگرده قرارداد بستیم حالا میخوایم به مشتری مدارک جدیدی بدهیم که بتونیم اعتمادش رو جلب کنیم پیش فاکتوری که پیش پرداخته که به ما میده ما بهش پرفورما دادیم کالا رو شروع کنیم به آماده کردن اولین چیزی که لازمه تمام اسناد و مدارکی که نشان دهنده این باشد که شما دارید کار رو براش انجام میدید ممکنه فیلم از خط تولید باشه فیلم از کالا باشه عکس از برندی که براش خواستین چاپ کردین هر چیزی که میتواند اسم و شرایط خودش رو بیان کنه و تازه بودن این فیلم و ویدیو رو نشون بده این رسانه رو نشون بده همین ها عامل اعتماد مخاطب می شود که بف... بیاد جلوتر به قرارداد بعدی فکر کنه به کار بعدی فکر کنه یعنی بگه اعتمادم داره جلب میشه پس یه قسمت چی شد ویدیو شدش رسانه شد عکس شد مدیا شد اینها همه قابل اهمیتن حالا کالا رو فرستادیم به گمرک در مسیر ارسال به گمرک شماره تریلی شماره راننده شماره سریال یعنی اون شماره بارگیریش هر چیزی که داریم با تصویر برنامه حتی فارسی هم باشه برای مخاطبتون بفرستید اینا خودش اعتماد سازه با رسید به گمرک تو گمرک باسکول میشه قبض باسکول براش بفرستید میره قبض انبار میشه قبض انبار براش بفرستید داخل گمرک میره داخل کانتینر های گمرک میخواد چیده بشه داخل کانتینر ها سریال نامه داره مشخصات داره تحویل کانتینرها برگ رسید داره ارسال کانتینرها ها به محوطه با... یارد برای بارگیری اینها همه رسیدهایی داره همه رسید ها رو بفرستین هر چی رسید برش بفرستین مخاطب آمادگی اینو پیدا میکنه که شما فرترین این شما واقعیتنی و بهتر میتونه باتون پیش بره کانتینر که دارن بارگیری میشن اگر خواستید خیلی جذاب تر بشه و مشتری هم هزینه اشو پذیرو چون بعضی موقع ممکن دو سه هزار دلار هزینه بشه هزینه پذیرفت پذیرو کار اینسپکشن یا بازرسی هم براتون انجام بشه شرکت هستن که کوالتیتی و کوانتیتی کالا رو اینسپکشن میکنه یعنی میاد از نظر اینکه چند عدد کارتون چند عدد قوطی با چه وزن خالصی چه وزن ناخالصی بارگیری کردین یه گزارش میده عکس میگیره فیلم میگیره و اینها رو به شما طی فایل پی دی اف و چند مرحله به شما میده و شما اینو میتونید برای مشتریتون بفرستین چون بازرسی یه شرکتی مثل اس جی اس مثل جوکیم، شرکت بینالمللی هست این رو میبینه اعتمادش جلب میشه میگه که خب داره کار منو انجام میده و اینجا میتونید مرحله دیگه از پول دریافت کنی ازش یا اعتماد رضایتش بیشتر جمع کنه مشتری خیالش جمع‌تر باشه بعد در قبال این کار اگر کوالیتی هم بخواد کنترل بشه کیفیت برگ آزمایشگاه هم میزنه که آقا این کالا با اون کیفیتی که مد نظرتون به شما تحویل دادن اینو میتونید از یه شرکت بازرسی بگیرید حالا بعد که کاراش انجام بشه یعنی بازرسی هم انجام بشه گمرک میاد اظهارنامه بهش میزنه مثلا کاستم اظهار گمرک اظهار گمرک رو میتونید براش تصویرشو بفرستید یه برگه دیگه بهتون میده برگه تالی میتونید برگه تالی رو بهش بدید یعنی تالی اظهار گمرک رو بهش بدید بعد این مدارک تحویل میدیم به کشیرانی این شماره کشیرانی و مسیر ارتباطی با کشیرانی هم بهش میدین که خودش هم از کشیرانی استلام کنه بله مدارک رو تحویل دادن ما اینو بردیم تو کانتینر یاردین که بارگیری کنیم پس این هم یکی از هایی که لازمه و میتونه در واقع موثر باشه یعنی اطلاعات تماس شرکت حمل و نقل دریایی میتواند برای مخاطب اعتماد ساز باشد بالاخره اون شرکت ها یه استعلام هایی میتونن بگیرن و مخاطب باور میکنه کالا آماده هست یا نیست حالا ما این چیزو انجام دادیم بچین کاری انجام دادیم بعدش بعد چیکار کنیم بعد اگر بارگیری که انجام شه حالا ممکنه مثلا بگیم 10 درصد پرداخت بعد از اینکه بارگیری انجام شد استعلام بی ال یا بارنامه صادر شد اینجا بارنامه یا بی ال در... بیل لدینگ رو بهش میدیم قبلش یه بیل درفت داریم بعدش یه بارنامه داریم بیل اورجینال بیل داریم بیل لدینگ داریم که وقتی بار رو کشی میره و کشی از بندر مثلا ایران حرکت میکنه ترک میکنه بندر ایران اینجا بارنامه اصلی صادر میشه و اینها میتونه ارزشمند باشه دیگه چه سندی باید بهش بدیم یه دونه کامرشال اینوایس باید بهش بدیم که اصطلاحا سند اینی که من این کالا رو با چه مشخصات دقیق بارگیری کردم چون ببینید مثلا به شما یه نفر میگید آقا من 20 تن خرما میخوام بهت بدم اما آیا تو کانتین دقیقا 20 تن خرما بارگیری میشه نه 21 و 500 مثلا بارگیری میشه 22 تن بارگیری میشه بعد خالصش مثلا میشه 19 تن و 800 مثلا کارتوناشو کم کنیم میشه این عدد مثلا دارم میگم یه عددی به دست میاد پس اون 837 مثلا عدد دقیق در میاد اون عدد دقیق تو کامرشال این می میخوره یه چیز برگه دیگه ای که باید به مشتری بدین پکینگ لیسته یه دونه در واقع اینکه این کالا در چه شرایطی چه بسته‌بندی های ارائه شد اینم یکی از سندای مهمیه که برای اظهار در گمرک مقصد مورد نیازش هست یعنی کامرشال اینوایس و پکینگ لیست برای گمرک مقصد نیاز داره دیگه باید چی بهش بدیم اگر مشتری گواهی مبدا یا سی او سرتیفیکات اف اورجین یعنی گواهی مبدا که از اتاق بازرگانی میخوان براش صادر کردید که میخواد براش باید از اتاق بازرگانی بگیرید بهش تحویل بدید اینم جزء سندهایی هست که مشتری ها نیاز بعضی از کالاها ها گواهی های بهداشت قرنطینه اداره نباتات و امثال این ها نیاز داره و مثلا گواهی مثل سیب سلامتی ها خیلی مطرح نیست برای اونها بعضی از کالاها چنین این چیزایی نیاز داره و اکثر کالاها چنین چیزی نیاز نداره چون کشورهای مقصد اکثرا بازرسی ها و گواهی های بهداشتی خودشون رو قرار میدن و خیلی کمتر به گواهی بهداشتی کشور ارسال کننده کار دارن چون فرق میکنه و بعضی از مشاور ممکنه بخوان اگر مشتری نخواست خیلی پیگیرش نباشید اما اگر خواست براش آماده کنید و بهش تحویل بدید یعنی تو این شرایط پیش میرید خب پس ما یه سری اسناد مدارک داریم که قبل از بارگیری و یه اسناد مدارک داریم که بعد از قرارداد و بارگیری باید برای مشتری ارسال کنیم اینها رو یه مقدار تون تون گفتم شاید چند بار ویدیو رو گوش کنید خیلی بهتر بتونید موضوع رو بشناسید تک تک اینها رو فایل دادم توضیح دادم صحبت کردم انشالله باز هم لازم باشه دوباره اینها رو باز میکنیم شفافتر میکنیم تا بهتر بتونید پیش برید من نظام برورم امیدوارم که موفق باشید.